اروپایی ها زمان بسیار سختی را گذرانده اند. تلاش اروپا بالاخره نتیجه داد. من میخواهم نظر شما را در این باره بدانم. میخواهم با شما در روز 12 سپتامبر درباره این موضوع گفتگو کنم. پرسش هایتان را مطرح کنید و نظر دهید. به پخش زنده نطق سالیانه خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا در مقابل پارلمان اروپا خوش آمدید. رئیس کمیسیون اروپا همه ساله پارلمان اروپا را در جریان برنامه‌ها و اقدامات آینده کمیسیون می‌گذارد. این چهارمین و آخرین سخنرانی سالیانه آقای باروسو قبل از ترک سمتش به عنوان رئیس کمیسیون اروپا است. یورونیوز فردا پنجشنبه در ساعت 8:30 بعد از ظهر به وقت اروپا با آقای باروسو مصاحبه اختصاصی دارد. شما می توانید با تماس با سایت یورونیوز سوالهای خود را با او مطرح کنید. اهمیت این سخنرانی سالیانه در این است که نهادهای اروپایی به این متهم شدند که غیر دموکراتیک بوده و در خفا عمل می کنند. این سخنرانی کمکی است به شفافسازی کار کمیسیون و دخالت دادن شهروند در روند تصمیم گیری و جریان امور. در پارلمان اروپا در استراسبورگ هستیم. چند دقیقه دیگر خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا نمایندگان شهروندان اروپا را خطاب قرار خواهد داد. این سخنرانی سالیانه همانند سخنرانی سالیانه رؤسای جمهور آمریکا است. نایجل فاراج رهبر حزب استقلال بریتانیا هم حضور دارد که در بی پرده سخن گفتن در پارلمان اروپا مشهور است. معمولاً بعد از سخنرانی رئیس کمیسیون به نمایندگان پارلمان اجازه داده می شود نظرات خود را و سوالاتشان را با رئیس کمیسیون مطرح کنند. به دنبال این سخنرانی احتمالاً نایجل فاراج لبه تیغ تیز زبان خود را متوجه آقای باروسو خواهد کرد و با او به بحث خواهد پرداخت. و آقای باروسو به عنوان بخشی از این روند دموکراتیک مجبور است به سوالات نمایندگان مردم پاسخ دهد. سخنرانی امسال به ویژه از این جهت مهم است که به عنوان آخرین سال ریاست آقای باروسو بر کمیسیون ایشان باید بیلان کار 3 ساله خود را به ارزیابی پارلمان بگذارد. دوره ریاست آقای باروسو در اکتبر سال آینده خاتمه می‌یابد و انتظار نمی‌رود که وی مجدداً برای دوره دیگری بر ریاست کمیسیون اقدام می‌کند. با توجه به اینکه اروپا هنوز از بحران مالی خارج نشده، آقای باروسو با سوالات دشواری روبرو خواهد شد، اما در این حال در سال گذشته کمیسیون آنچه را که باید در جهت بهبود اوضاع انجام دهد انجام داده و نشانه های هرچند محدود حاکی از حرکت اروپا به سوی رونق اقتصادی است. البته ناگفته نماند مسائل عمده ای از جمله بیکاری در میان جوانان همچنان لاینحل باقی مانده است. تکرار میکنم فردا پنجشنبه در ساعت 8:30 بعد از ظهر به وقت اروپا یورونیوز با آقای باروسو گفتگوی اختصاصی انجام خواهد داد. میتوانید با تماس با سایت یورونیوز در حال حاضر سوالات خود را برای آقای باروسو بفرستید تا به آنها پاسخ دهد. اعضای کمیسیون، کمیسرهای کمیسیون اروپا و نمایندگان پارلمان منتظر آغاز سخنرانی آقای باروسو هستند. مارتین شولتز را می‌بینید، رئیس پارلمان که با یکی از کمیسرهای کمیسیون صحبت می‌کرد. آقای شولتز هم‌اکنون با آقای باروسو مشغول صحبت است.
روز گذشته آقای باروسو در کنفرانس سالیانه اتحادیه اروپا در اشاره به اوضاع اقتصادی گفت هرچند نشانه هایی از تغییر روند از بحران به رشد دیده می شود، اما جای تعلل نیست و اتحادیه باید با ادغام هرچه بیشتر متفقاً بر مسائل چیره شود. او افزود رقابت شدید بین المللی و نزدیک شدن بازارهای معاملات به یکدیگر، یکی شدن جهان مستلزم تلفیق و ادغام هرچه بیشتر کشورهای اروپایی است. آقای باروسو در ارتباط به ایجاد یک اتحادیه بانک‌های اروپایی که به ویژه موجب نگرانی بریتانیا است گفت کشورهای اروپایی نباید تصور کنند این اتحادیه به معنی از دست رفتن حق حاکمیت و تصمیم‌گیری کشورها بر بانکداری و امور مالیشان است، بلکه با توجه به رقابت‌های بین‌المللی این یکی از طرق تقویت آنها در رویارویی با این رقابت‌هاست. رئیس گروه های پارلمانی پارلمان اروپا را می‌بینید. گای فرهوفشتات، نخست وزیر سابق بلژیک و رئیس یکی از بزرگترین گروه های پارلمانی، گروه های در اقلیت، مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا. بر کرسی خود مستقر می شود. پخش زنده نطق سالیانه خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا در مقابل پارلمان اروپا دقایق دیگر آغاز می شود. این سخنرانی سالیانه از این جهت حائز اهمیت است که در رویارویی با اتهاماتی که در مورد غیر دموکراتیک بودن اقدامات کمیسیون و نهادهای اروپایی دستگاه رهبری اروپایی اقامه می شود، رئیس کمیسیون خود را موظف می‌داند که پارلمان اروپا شهروندان اروپا را در جریان اقداماتی که در سال گذشته انجام شده و برنامه‌هایی که قرار است در سال آینده انجام شود بگذارد و به آنها این فرصت را بدهد که اگر انتقادی دارند بکنند، اگر سوالی دارند مطرح کنند و اگر نظری دارند به اطلاع مردم برسانند. اهمیت این سخنرانی به خصوص در سال جاری در این است که این چهارمین و آخرین اظهارات آقای اظهارات نطق سالیانه خوزه مانوئل باروسو است که در سال آینده دوره ریاستش به سر خواهد آمد و تصور کلی بر این است که او برای دوره دیگری دوره ریاست دیگری اظهار علاقه نخواهد کرد. آقای باروسو نخست وزیر سابق پرتغال است و در حال حاضر هیچ گمانه‌ای درباره اینکه در آینده پس از کنارگیری از این سمت یا خاتمه دوره ریاستش در چه مقامی قرار خواهد گرفت وجود ندارد. یادآوری می‌کنم یورو نیوز فردا پنجشنبه در ساعت 8:30 بعد از ظهر به وقت اروپا با آقای باروسو مصاحبه اختصاصی دارد. شما می توانید با تماس با سایت یورو نیوز سوال های خود را با او مطرح کنید. هم eine gemeinsame Leitlinie mit überwältigender Mehrheit in diesem Hause und sicher einstimmig in der Kommission ist die gemeinsame. اهمیت این سخنرانی سالیانه در این است که نهادهای اروپایی به این متهم شدند که غیر دموکراتیک بوده و در خفا عمل می کنند. رئیس کمیسیون اروپا به عنوان بخشی از مقابله با این اتهام و روند دموکراتیک مجبور است به سوالات نمایندگان مردم پاسخ دهد.
Gemeinschaftsmethode, das bedeutet, das Wohl aller über die einzelnen Partikularinteressen zu setzen. Meine Damen und Herren, die Partikularinteressen. شولتز، مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا سخنرانی می کند. به رقابت های میان کشورهای اروپایی اشاره می کند و می گوید این بسیار خطرناک است. Was die Umsetzung großer gemeinsamer Projekte angeht, im Parlament wird mit Mehrheit entschieden. Wir haben میگوید به خصوص در ارتباط با پروژه هایی که بزرگ و بسیار پیچیده هستند، کشورهای اروپایی باید دست به دست هم داده و متفقا عمل کنند. Für die Umsetzung der von uns gemeinschaftlich und mit breiter Mehrheit hier beschlossenen finanziellen Vorausschau. Deren Umsetzung in konkretes در مورد برنامه‌های مالی به خصوص اتحادیه بانکی میگوید این تصمیمی است که نمایندگان مردم متفقاً اتخاذ کردند. میگوید این تابستانی که پشت سر گذاشتیم تابستان آرامی بود و بعد از چند سال احساس کردیم بحران محدود شده، بحران مالی، و می توانیم با خوشبینی بیشتری به آینده بنگریم. البته رقم بیکاری، شاخص بیکاری بسیار بالاست و هنوز این مسئله لاینحل باقی مانده است. nicht gelösten Probleme auch engagiert und mutig باید تا هنگام برگزاری انتخابات پارلمانی در سال آینده در ماه مه آینده به شدت بر روی این مسئله کار کنیم. zur Bankenunion eine gute Lösung gefunden worden ist. در مورد اتحادیه بانکی میگوید تصور میکند میان کشورها به توافق رسیده است. im Rahmen der Bankenunion ist auch ein Stück Transparenz von dem ich eben geredet habe. Bürgerinnen und Bürger در ارتباط به شفاف سازی میگوید پارلمان باید بداند که کمیسیون و شورای اروپا چگونه عمل میکنند. باز هم به بیکاری در میان جوانان اشاره میکند. میگوید اگر امیدی نداشته باشند در مورد آینده چطور می توان اروپا را ساخت؟ میگوید از شورا و کمیسیون انتظار دارد اوضاع مالی اروپا را چنان سر و سامان بدهند که امکان رشد اقتصادی به وجود بیاید و میگوید از آقای باروسو می خواهد که سخنرانی خود را آغاز کند. خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا، نطق سالیانه خود را خطاب به پارلمان اروپا آغاز می کند. می گوید در 8 ماه آینده شهروندان اروپا به پای صندوق های رای خواهند رفت. در سال گذشته نهادهای اروپایی بیش از پیش در زندگی روزمره شهروند دخالت داشتند. میگوید از مردم انتظار دارد بیشتر در روند تصمیم گیری شرکت داشته باشند. Exactly 5 years ago, میگوید 5 سال پیش Fannie Mae and Freddie Mac bailed out AIG and Lehman Brothers filed for bankruptcy protection. 5 سال پیش اقتصاد جهان به ویژه بحران مالی از آمریکا شروع شد و اروپا را در چنگال گرفت. These events have aggravated the debt problem that still distresses our government. این وقایع، این بحران موجب
سقوط نهادهای مالی در اروپا و قروض مالی در میان کشورهای اروپایی شد. اما در طول 5 سال گذشته نهادهای اروپایی تمام سعی خود را برای حل این بحران به کار بردند و او می تواند در حال حاضر بگوید که بحران تقریبا پشت سر گذاشته شده است. نهادهای مالی، ساختار نهادهای مالی تغییر کرده، مقررات جدید وضع شده. €700 میلیارد برای بازگرداندن اقتصاد، رونق اقتصادی به اروپا صرف شده است. میگوید بیشتر بانک‌های اروپایی انتظار داشتند یونان از اروپا خارج شود، اما اکنون با اطمینان به آنها میگوییم که هیچ کشوری از محدوده اتحادیه اروپا خارج نشده و نخواهد شد و سال آینده 17 کشور عضو منطقه یورو به 18 کشور تبدیل خواهند شد. این حاکی از اعتماد کشورها به یورو و به اوضاع مالی اروپا است. میگوید از کنفرانس جی 20 در سن پترزبورگ بازگشته و این بار اروپا با توصیه‌ها و انتقادهای سایر کشورهای جهان روبرو نشد. آنچه که انجام داده ایم ایجاد اعتماد و اعتقاد به اروپا و اینکه اروپا در رکود به سر نمی برد است. I believe that only together as the European Union we can give our citizens what they aspire, that our values, our interests, our prosperity are protected and promoted in the age of globalization. So now is the time to rise. میگوید اکنون زمان آن رسیده است که مسائل محدود ملی را کنار گذاشته و ضمن در نظر گرفتن آنها به اروپای بزرگ فکر کنیم. میگوید کشورها، نمایندگان کشورهای اروپایی از هر جا که میآیند باید درباره اروپا صحبت کنند. میگوید در اظهارات سال گذشته میگوید گفتم که علارغم تلاش‌هایمان، علارغم سیاست‌هایمان، نتوانسته بودیم شهروند را متقاعد کنیم که در حال خروج از بحران مالی هستیم. یک سال پس از آن هزینه‌هایمان پایین آمده، تولید افزایش یافته، اعتماد بازارها بازگشته، مصرف کننده به بازار اعتماد بیشتری پیدا کرده است. و کارشناسان اقتصادی به نشانه هایی حاکی از رونق اقتصادی و خروج از بحران مالی اشاره دارند. Ireland has been able to draw money from capital markets since the summer of 2012. The economy is به ایرلند اشاره می‌کند که از سال گذشته تا کنون توانسته است به گونه‌ای قابل توجه سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به خود جلب کند. در پرتغال علی‌رغم قروض دولتی رشد اقتصادی آغاز شده
و تعادل برقرار می شود. و اینها همه تنها در 3 سال انجام شده است. به قبرس اشاره دارد که برنامه اصلاحات اقتصادی را آغاز کرده است. میگوید برای اروپا خروج از رکود در آینده نزدیک قرار دارد. میگوید البته هنوز مسائل باقی است، هنوز در بحرانیم، اما با توجه به شاخص‌های اقتصادی می توانیم به خودمان اطمینان داشته باشیم که در جهت مثبت گام برمی‌داریم و آینده روشن است. Especially to the young people unemployed that are looking to us and they want to have reasons to feel hope about Europe and about their. میگوید به 26 میلیون بیکار در اروپا و به خصوص جوانان میگویم که می توانند به ما اعتماد کنند. If we are where we are today, it is because we have shown the resolve to adapt both our politics and our policies. موقعیت کنونی اروپا به معنی آن است که توانسته ایم با مسائل کنار بیاییم. اما این روندی بوده است که همه در آن شرکت داشتند، پارلمان اروپا و کشورها. میگوید بیایید به همکاری هایمان برای اصلاح اقتصادی، برای رشد اقتصادی، برای ایجاد فرصت های شغلی ادامه دهیم و بحران را پشت سر بگذاریم. میگوید آنچه باید و می توانیم انجام بدهیم ایجاد یک اتحادیه بانکی است که فوریت دارد. The legislative process on the single supervisory mechanism is almost completed. میگوید کارهای بنیادی آن انجام شده است و اتحادیه بانکی آماده است تا کار نظارتی خود را آغاز کند. And together we must do the necessary to have it adopted still. و میگوید باید نهایت سعی خود را به کار ببریم در پارلمان که آغاز کار اتحادیه بانکی را تصویب کنیم. It is the way to remedy one of the most alarming and unacceptable results of the crisis. میگوید کار این اتحادیه نظارتی حصول اطمینان خاطر از این است که بانک ها در کشورها از محدوده مقررات تجاوز نکنند. Because in spite of the accommodating monetary policy, credit is not yet sufficiently flowing to the economy across the euro area. میگوید بانک ها همچنان از دادن اعتبار به نهادهای بازرگانی عبا دارند. آقای باروسو به بیکاری اشاره می کند و می گوید شاخص بیکاری در حال حاضر غیر قابل تحمل و قبول است. میگوید در کمیسیون اروپا در سال گذشته تمام کمیسرهای کمیسیون با پارلمان همکاری کردند تا به حد اکثری که در توانشان بود برای ایجاد فرصت‌های شغلی به خصوص برای جوانان در سطح اروپا گام مثبت بردارند.
میگوید ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان و رونق بخشیدن به اقتصاد در اولویت‌های کمیسیون است. Set out what the member states must do in this respect. And at European level, because there is what can be done at national and what can be done at در سطح اروپا نه در سطح ملی تمرکز باید بر روی exploiting the full potential of the single market. بر روی we have a well functioning single market for goods. استفاده هر چه بیشتر از توانایی ها و امکانات بازار مشترک است. میگوید باید موانع کار نهادهای بازرگانی باید از میان برداشته شود. Citizens know that Europe has dramatically brought down their costs for roaming. به دنبال این سخنرانی به نمایندگان پارلمان اروپا فرصت داده خواهد شد تا در مورد مسائل مختلف از آقای باروسو سوال کرده و با او به بحث بپردازند. رئیس کمیسیون اروپا به عنوان بخشی از این روند دموکراتیک مجبور خواهد بود به سوالات نمایندگان مردم پاسخ دهد. Grab all the opportunities of the future that are opened by the digital economy if we don't سخنرانی امسال به ویژه از این جهت مهم است که به عنوان آخرین سال ریاست آقای باروسو بر کمیسیون او باید بیلان کار 3 ساله خود را به ارزیابی پارلمان بگذارد. دوره ریاست آقای باروسو در اکتبر سال آینده خاتمه می‌یابد. And by properly combining the digital agenda with data protection and defense of privacy. با توجه به اینکه اروپا هنوز از بحران مالی خارج نشده، آقای باروسو با سوالات سختی روبرو خواهد شد. به ویژه آنکه نایجل فاراج رهبر حزب استقلال بریتانیا که به صراحت لهجه معروف است، حضور دارد و احتمالاً آقای باروسو را هدف سوالات بسیار دشواری قرار خواهد داد. آقای باروسو تا به حال در این چند دقیقه که از سخنرانیش می‌گذرد تمرکز خود را، تأکید خود را بارها و بارها بر این گذاشته است که کمیسیون اروپا نهایت تلاش خود را کرده و می‌کند که اقتصاد اروپا را احیا بخشد. در حال حاضر آقای باروسو به این اشاره دارد که اروپا باید از نظر تکنولوژی در صدر بازرگانی جهان قرار گیرد. میگوید از بودجه اروپا استفاده شده تا به روی پروژه های فنی، طبی و در مجموع تکنولوژی تمرکز داده شود. SMEs, because we believe a strong, dynamic industrial base is indispensable for a strong European economy. And whilst fighting climate change, our 2020 goals have set our economy on the path to green growth and resource efficiency, reducing costs and creating. آقای باروسو در این حال به کاهش هزینه ها اشاره دارد. به صرف جویی در سوخت به حفظ محیط زیست اشاره دارد. میگوید اروپا به تنهایی نمیتواند با آلودگی هوا مبارزه کند و این باید مبارزه‌ای در سطح جهان باشد.
All these drivers for growth are part of our Europe 2020 agenda, and fully and swiftly implementing it is more urgent. میگوید اینها در دستور کار کمیسیون قرار دارد. This means we must also pursue our active and assertive trade agenda. به بازرگانی اشاره میکند. میگوید باید بازار فرصت‌های بازرگانی اروپا را گسترش داد. میگوید بسیاری از شهروندان اروپا بر این تصورند که ما بازارهای جهانی را از دست می‌دهیم، اما این واقعیت ندارد. میگوید بازرگانی اروپا با سایر جهان 300 میلیارد یورو برآورد شده است. به بازرگانی آزاد، مذاکرات بازرگانی با آزاد با آمریکا اشاره دارد که مذاکرات که آغاز شده است و احتمالاً در سال آینده به نتیجه خواهد رسید. میگوید باید جلب سرمایه کرد، جلب سرمایه گذاری های خارجی در اروپا بسیار مهم است. میگوید پارلمان و کمیسیون نیازمند منابع بیشتری هستند. میگوید بودجه جاری، بودجه آینده اتحادیه بیشترین رقم را در سالهای گذشته داشته است و باید از آن نهایت استفاده را کرد که به روی برنامه‌های تولیدی عمل کند. We will, for example, present the second amending budget for 2014 still this month. There is no time to waste. میگوید جای تلف کردن وقت نیست. بودجه متمم بودجه سال 2014 باید هر چه زودتر تصویب شود. میگوید شهروند اروپا تنها با لفاظی قانع نخواهد شد، بلکه باید به آنها نشان داد که مسائلشان حل شده است، در جریان حل شدن است. Which you will also receive, so I will not go now in detail regarding our program for next year. But my point today is clear. Together, there is still a lot to achieve. میگوید هنوز مسائل بسیاری مطرح است که باید تا قبل از انتخابات پارلمان و کمیسیون اروپا در ماه مه سال آینده حل شود. Honourable members, of course, none of this is easy. I think that everybody. میگوید راهمان آسان نیست. با چالش‌های بسیاری روبرو هستیم. میگوید اصلاحات باید انجام شوند. نمی‌توانیم به گذشته برگردیم. میگوید این بحران، ماهیت این بحران متفاوت است، ساختاری است. نمی توانیم به گذشته بازگردیم. می گوید در نقطه ای از تاریخ ایستاده ایم که فقط تنها می توانیم به جلو گام برداریم. با توجه به نشانه هایی که وجود دارد، این امکان پذیر است. With a fragile recovery, the biggest downside risk I see. میگوید در حال حاضر بزرگترین خطر خطر سیاسی است. فقدان ثبات و فقدان عزم. باید هر گونه اقدامی که مخل روند برداشتن گام به سوی جلوست مورد مجازات قرار گیرد.
Justus Lipsius. Justus Lipsius is the name of the council building in Brussels. Justus Lipsius was a very influential 16th century. به شورای به بنای شورای اروپا در بروکسل اشاره دارد. He wrote, "Constancy is a right and immovable strength of the mind, neither lifted up nor pressed down with external or casual accidents." تکرار می‌کنم، فردا پنجشنبه در ساعت 8:30 بعد از ظهر به وقت اروپا یورو نیوز با آقای باروسو گفتگوی اختصاصی انجام خواهد داد. می توانید با تماس با سایت یورو نیوز سوال‌های خود را برای آقای باروسو بفرستید تا با آنها پاسخ دهد. در اشاره به بنای شورای اروپا در بروکسل می‌گوید نمایندگان دولت‌های اتحادیه اروپا مکرراً در این بنا گرد هم آمده‌اند تا تصمیمات مقتضی را برای خروج از بحران کنونی و برای حرکت به سوی جلو اتخاذ کنند. میگوید تلاش هایمان برای حل بحران مالی در چند سال گذشته همه چیز را تحت شعاع قرار داده است. اما باید به ارزش‌های اروپایی هم توجه داشت. میگوید ارزش‌های اروپایی به European Union level is indispensable to protect these values and standards. And به استانداردهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی معتقد است و مبتنی است. احترام به اقلیت‌ها، به احترام به خصوصیت زندگی مردم، عدالت اجتماعی. Tax evasion. Only by acting as a union do we pull our weight at the world stage. و فقط با همکاری با یکدیگر می توانیم این استانداردها را حفظ کنیم. Managing our common external border. به کمک‌های اروپایی به کشورهای جهان سوم اشاره دارد. A strong security and defense policy. Only by integrating more can we really reach our objectives. و در این حال میگوید قدرت سیاسی و دفاعی اروپا تنها در همکاری و ادغام هرچه بیشتر اتحادیه اروپا ممکن است. Does anyone seriously believe that if the euro had collapsed, we or our member states would still have any credibility left internationally? میگوید اگر این اقدام و این همکاری حاصل نشود اروپا قدرت خود را از دست خواهد داد. دموکراسی خدشه‌دار خواهد شد. میگوید این قدرت مستلزم همکاری بیشتر است که حضور و نفوذ اروپا در مناطقی که برای آن مهم است، برای منافع اروپا مهم است، حفظ کند. میگوید به آزادی باید احترام گذاشت. And does everyone still remember just how much Europe has suffered from its wars during the last century, and our European integration was the valid answer? Next year, میگوید سال آینده یک قرن از آغاز جنگ جهانی اول خواهد گذشت. We must never take peace for granted. ولی صلح را هرگز نباید چیزی تضمین شده تلقی کرد. That now even Serbia and Kosovo came to an agreement under the mediation of the European Union. و هرچند در میان اروپا اتحادیه اروپا توافق و صلح برقرار است. That Europe is a project of peace. We should be more aware of it. اما باید
برای حفظ این صلح تلاش کرد. میگوید باید به اروپا افتخار کرد، مغرور بود. Let me say this to all those who rejoice in Europe's difficulties. میگوید به آنهایی که در بدبختی اروپا احساس خوشبختی میکنند بگویم میگویم که اروپا هرگز دوره چنین طولانی از صلح و آرامش را تجربه نکرده است. It is precisely with these values that we address the unbearable situation in Syria, which has به سوریه اشاره دارد که به روی وجدان به قول آقای باروسو مردم دنیا سنگینی می‌کند. به کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به سوریه، به آوارگان سوریه اشاره می‌کند. به استفاده از اسلحه شیمیایی اشاره دارد و به شدت از آن انتقاد می‌کند. می‌گوید جامعه بین‌المللی و سازمان ملل در تلاش آنند که سلاح‌های شیمیایی سوریه را زیر کنترل بگیرند و می‌گوید این پیشنهادی بسیار مطلوب و قابل قبول است. There are those who claim that a weaker Europe would make their country stronger. میگوید بسیاری معتقدند که اتحادیه اروپای ضعیف‌تر به معنی کشورها و اعضای قوی‌تر اروپا است. In the debate that is ongoing all across Europe, the bottom line question is, do you want to improve Europe or give it up? میگوید سوال مطرح این است که آیا می‌خواهید اروپا را تقویت کنید یا تضعیف؟ میگوید تقویت کشورها، اعضای اتحادیه اروپا به طور مستقل و اروپا به طور کلی همزمان امکان پذیر است. میگوید البته اتحادیه اروپا کامل نیست. ایدئال نیست. مسائلی مطرح است. به شفاف سازی نهادهای اروپایی اشاره دارد. میگوید تمام تصمیم‌ها باید با شفافیت کامل و اطلاع شهروند اتخاذ شود. The European Union needs to be big on big things and smaller on smaller things. Something we may occasionally have neglected in the past. The European Union needs to show اتحادیه اروپا باید نشان دهد که می تواند اولویت های مثبت و اولویت های منفی را همزمان در نظر گیرد. Knowing that, as Montesquieu said, les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Useless laws weaken the necessary ones. But there are, honorable members, areas of major importance where Europe must have more integration, more unity. میگوید در نقاطی از اروپا ادغام باید با شدت و حدت بیشتری انجام گیرد. This is not just demand of a passionate European. This is an indispensable way forward to consolidate our progress. میگوید این تنها راهی است که اتحادیه اروپا می تواند به سوی آینده پیش رود. میگوید هر نوع ادغام مالی، هر نوع گام مثبت در جهت رشد اقتصادی
باید با ادغام سیاسی کشورها همراه باشد. میگوید کمیسیون همچنان به تلاش خود برای انجام این طرح ادامه می‌دهد. Further ideas on the future of our union and how best to consolidate and deepen the community method and the community approach in the longer term. تکرار می‌کنم فردا پنجشنبه در ساعت 8:30 بعد از ظهر به وقت اروپا یورو نیوز با آقای باروسو گفتگوی اختصاصی انجام خواهد داد. می توانید با تماس با سایت یورو نیوز سوال های خود را برای آقای باروسو بفرستید تا با آنها پاسخ دهد. به پخش زنده سخنرانی سالیانه خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا در محل پارلمان اروپا در استراسبورگ توجه می‌کنید. می‌گوید اتحادیه اروپا باید مرکزی برای تمام اعضای اتحادیه باشد که در آن رشد اقتصادی و برنامه‌های مثبت به مرحله اجرا گذاشته شود. و برای آن به همبستگی اروپا نیازمندیم. کمیسیون will come with its communication on the social dimension of the economic and monetary union on the 2nd of October. Solidarity is a key element of what being part of. باز هم به روی همبستگی تاکید می‌کند. Safeguarding its values such as the rule of law is what the European Union was made to do from its inception to the latest chapters in enlargement. می‌گوید از هنگام آغاز اتحادیه، برنامه اتحادیه between political and targeted infringement procedures on one hand and the commission nuclear option of article 7 of the treaty همواره در جهت the usefulness of the commission role as an independent and objective referee در این جهت حرکت کرده است که قاضی و داوری به عنوان قاضی و داوری برای تمام اعضای اتحادیه عمل کند. Increased to the rule of law and triggered by predefined benchmarks. The Commission will come forward with a communication on this. I believe it is a debate key to our idea of Europe. This does not mean that national sovereignty or democracy are constrained, but we do need. می‌گوید این به معنی آن نیست که حق حاکمیت کشورها و توانایی تصمیم‌گیریشان در مورد مسائل ملیشان خدشه‌دار شده یا تضعیف شده است. Honorable members, the polarization that resulted from the crisis poses a risk to us all. می‌گوید شکاف‌هایی که در میان اعضا در نتیجه بحران مالی ایجاد شد لاین‌حل نیست. You will be at the forefront of the political debate. The question I want to pose to you. میگوید میخواهم سوال کنم. چه تصویری از اروپا به رای دهندگان اروپایی خواهید داد؟ واقعیت یا کارتون؟ واقعیت یا اسطوره؟ It's an important choice to make. I know some people out there will say Europe is to blame for the crisis and میگوید میدانم که برخی میگویند اروپا مسئول اتحادیه اروپا مسئول ایجاد بحران مالی جاری است. اما این نتیجه بحران مالی نتیجه مدیریت غلط دولت‌های ملی بر امور مالیشان است. اتحادیه اروپا در جهت حل این مسئله است. Because the single market was under threat and upholding the common currency because some time ago some people were predicting the end of the common currency. میگوید در گذشته برخی معتقد بودند که یورو واحد پولی یورو دوام نخواهد آورد ولی یورو از همیشه قدرتمندتر و مستحکمتر است. But we can remind voters
میگوید به رای دهندگان خواهیم گفت، یادآوری خواهیم کرد. که آنچه از بحران تجربه کرده ایم نتیجه تصمیم گیری غلط و عملکرد اشتباه دولت‌های مطبوعشان بوده است و نه اتحادیه اروپا. اما تمام اعضای اتحادیه در جهت در تلاش اعمال اصلاحات و حل بحران مالی بودند. But every one of us can explain what we did and why. There is a direct link between one country's loans and another country's banks, between one country's investments and another country's business, between one country's workers and another country's companies. This میگوید only European solutions can work. And what I ادغام هرچه بیشتر اتحادیه اروپا تنها راه حل مدیریت دقیق و صحیح مالی در اروپا است که کشورها به طور مستقل عمل نکنند. برخی انتقاد می‌کنند اتحادیه اروپا بیش از حد قدرت کسب کرده است. می‌گوید جالب است، برخی می‌گویند اتحادیه اروپا به اندازه کافی قدرت ندارد که عمل کند، برخی می‌گویند بیش از حد قدرت دارد. Tasks and competences. The European Union is not a foreign power. The European Union is the result of democratic decisions. میگوید اتحادیه اروپا یک نهاد خارجی نیست، بلکه نتیجه همبستگی و دور هم آمدن کشورهای اروپایی است. A fact that is all too easily forgotten by those, and we know there are many out there, that are always ready to nationalize success and to Europeanize failure. میگوید کسانی هستند، کشورهایی هستند که موفقیت را نتیجه سیاست‌های داخلی خود می‌دانند و هر نوع بحران را مسئولیت اتحادیه اروپا در بروکسل. می‌گوید اتحادیه اروپا با عزم راسخ به سوی جلو پیش خواهد رفت. واقعیت‌ها در پیش رو هستند. دستور جلسه، دستور کار در پیش روست و در طول 8 ماه آینده تا قبل از انتخابات گام‌های مؤثری در جهت دستیابی به آنچه دستور جلسه اتحادیه اروپا است برداشته خواهد شد. مهمتر از همه بیکاری در میان جوانان اروپا است. دیگر اتحادیه بانکداران اروپا است که وظیفه نظارت بر بانک‌های سراسر اروپا را بر عهده خواهد داشت و از رکود به رشد اقتصادی. می‌گوید انتخابات ماه مه تنها درباره پارلمان و کمیسیون نیست. انتخابات درباره اروپا است. ما متفقاً مورد قضاوت قرار خواهیم گرفت. فراموش نکنیم که 100 سال پیش اروپا در خواب راه می‌رفت. دو جنگ را تجربه کرد. سال آینده، سال 2014، اروپا از بحران خارج خواهد شد، متحد و قوی تر از همیشه. خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا، نطق سالیانه اش در پارلمان اروپا را خاتمه داد با اظهار امیدواری در مورد اروپای قدرتمندتر و همبستگی بیشتر. تکرار میکنم، فردا پنجشنبه در ساعت 8:30 بعد از ظهر به وقت اروپا، یورو نیوز با آقای باروسو گفتگوی اختصاصی انجام خواهد داد. میتوانید با تماس با سایت یورو نیوز سوالات خود را برای آقای باروسو بفرستید تا به آنها پاسخ دهد. به پخش زنده سخنرانی سالیانه رئیس کمیسیون اروپا در پارلمان
اروپا توجه می کردید. اروپایی ها زمان بسیار سختی را گذرانده‌اند. تلاش اروپا بالاخره نتیجه داد. من می‌خواهم نظر شما را در این باره بدانم. می‌خواهم با شما در روز 12 سپتامبر درباره این موضوع گفتگو کنم. پرسش‌هایتان را مطرح کنید و نظر دهید.